أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين زلیخا را بخوانید. این دردانه یگانه را از کجا آورده اید عالی جناب؟ خریدم، آن هم به قیمت گزاف. هرچه پرداخته باشید باز هم کم است. آن ابلهی که چنین گوهری را فروخته باید به غرق فرستاده شود، به دنیای مردگان. همه برده می فروشند که زر و گوهر به دست آورند. این برده فروش نادان چنین گوهری را فروخته که چه به دست آورد؟ شما بزرگوارید، من برده بیش نیستم. به قصر پوتیفار خوش آمدی پسر جان.
سپاسگزارم علی جان. نیامده دلتنگمان شدیم؟ میتوانم علت احضار خود را جویا شوم؟ این هدیه را میپسندی؟ من این کودک را قبلا جایی ندیدم؟ در عالم خواب یا شاید هم نمیدانم، به هر حال در نظرم آشناست. به سلیقه و انتخاب جناب پوتیفار تبریک باید گفت، بی‌نظیر است. نام تو چیست؟ یوسف. یوسف یا یک نام آرامی است یا نامی عبرانی. عبرانی هستم. از اهالی کنعان در منطقه شام. شغل آنان شبانی و گوسفندچرانی است. یوسف. یوسف. نه، من از اسمهایی که متعلق به قبایل بدوی و صحرانشین است خوشم نمی آید. اگر اجازه بفرمایید نامی مصری برای او انتخاب کنید. این کودک هدیه من به توست، او را هرچه می خواهی صدا کن. از خداوندگار خیش بی نهایت سپاسگزارم. اگر اجازه دهید من میخواهم برای یوسف یک نام مصری پیشنهاد کنم. خب، نامی که به یوسف نزدیک است. یوزارسیف. یوزارسیف بد نیست. یوزارسیف نه، زیباست. از این پس تو را یوزارسیف مینامی، موافقی؟ اگر شما میپسندید من هم موافقم. از شما میخواهم که یوزارسیف را عزیز و نیکو بدارید. شاید برای ما فایده داشته باشد و شاید هم زلیخا او را پسندید و در آینده او را به فرزند خواندگی خود انتخاب کردید. چرا که نه؟ چه کسی بهتر از یوزارسیف؟ دیدی چقدر زیبا بود؟ زیباتر از او را در تمام عمرم ندیده بودم. یعنی او برده است؟ چهرش که به برده ها نمیماند. اینجا اتاق توست، میپسندی؟ سپاسگزارم بانو، خیلی زیباست. وسایل استراحت یوزارسیف را فراهم کنید. پروردگارا، تو را سپاس می‌گویم که مرا از بردگی نجات داده و آسایش و راحتی را به من عنایت کرده.
یا یوسف، اینگونه خداوند به تو مکنت و جایگاه والا عنایت فرمود. تو را از قعر چاه به اوج عزت و جاه رسانید و تو را علم تعبیر احادیث آموخت که اینک از معبران آگاه تر به علم زبان ایشان و از داشتن هر گونه استادی بی نیاز می باشی. سپاسگزارم پروردگار مهربانم، سپاسگزارم. تو زیان کردی مالک، اگر یوسف را به چندین برابر وزنش سیم و زر می فروختی باز هم زیان بود، زیانی بزرگ. هیچ معلوم هست چه میگویی؟ گم شدن من در طوفان را به یاد دارید؟ با اون توقف حیوانات در کنار چاه شور فکر میکنی برای چه بود؟ برای رسیدن به سود بیشتر تو بود یا نجات یوسف؟ من شیرین شدن آبان چاه را هم از برکت وجود یوسف میدانم. ماجرای سیلی زدن به یوسف و خوش شدن دستم را بیاد دارید؟ آیا با دعای یوسف و لمس کردن او شفا نیافتم؟ جناب مالک، اگر به یاد داشته باشید یوسف مرا هم از مرگ نجات داد. من با دعای یوسف شفا یافتم. آره، با دعای یوسف. به یمن وجود یوسف آن همه سود کردی و این همه زر به دست آوردید. یوسف انسان عادی نبود. اینها همه معجزه است و فقط از انبیاء الهی برمی‌آید. اصلان یوسف که بود؟ چرا از اصل و نسبش نگفت؟ نفرین بر تو فلی که عیش من را منقض کردی. تا کنون گمان میکردم که سود کردم، اما اینک خود را خسران دیده میبینم. وای فلی، من نه یک برده که ظاهراً آزادی از اولیا و شاید انبیاء الهی را فروختند. آن همه ادب در گفتار و بزرگی در رفتارش را چرا ندیدی؟ آن قلب بیکینه و روح چون آینش را چگونه ندیدی؟ من از امروز خدایان پیشین را به دوزخ ریخته خدای او را برگزیدم. من این خسران را جبران خواهم کرد. باید کاری کرد. کجا؟ اکنون که نمی شود کاری کرد. صبر کنید تا صبح. قصر جناب پوتیفار کجاست؟ مستقیم قصر انتهاست. اینجا چه میخوایید؟ عالی جناب بوتیفار کار دارد. با
باید از فرمانده رودمون اجازه بگیرید. بیایید بالا. جناب فرمانده، اینان میخوان عالی جناب کتیفار را ببینند. با عزیز مز جناب پوتیفار چه کاری دارید؟ یک برده به او فروخته این. بگویید مالک قبلی برده‌ای که دیروز خریداری کرده اید آمده. پرسیدم چه کاری دارید؟ مقداری سکه اضافه از او گرفته این. فقط هم به خود او میده. باشید منتظر. چه شده رودامو؟ تاجری که دیروز به شما برده فروخته تقاضای ملاقات دارد. ظاهراً خوشحال نیستی ابرانی. از اینجا بودنم خوشحالم، اما از بعد بودنم نه. رفتار ما با تو همانند برده هاست؟ رفتار شما شایسته بزرگی شماست و احساس من ناشی از بردگی من. آفرین، پاسخی حساب شده و به جا بود. من به او امیدوارم عالی جناب. او خواندن و نوشتن هم میداند. با این وصف همه چیزش خوب است، مگر زبانش که باید قدری کوتاه شود. بانو اطمینان داشته باشند که زبان بیهودگویی ندارم و بی اذن جناب پوتیفار و ایشان سخنی نخواهم گفت. آفرین، اینطور بهتر است. تو اهل کجایی؟ نام پدر مادرت چیست؟ برای شما چه فرقی می کند بانو؟ بیابانگردی و پیشینه گوسفند چرانی که گفتن ندارن. کسی از شما نظر خواست؟ ولی چهره یوزارسیف نشان از بزرگی و تبار نیک او دارد. چه شده تاجه؟ نکند پشیمان شده ای؟ آری، نه نه نه، پیش از آن که علت حضورم را عرض کنم اجازه میخواهم دقایقی را با یوسف خلوت کرده و برای آخرین بار وداع کنم. میفهمم، بودن با یوزارسیف تعلق خاطر ایجاد میکند. آنها را به تالار مجاور راهنمایی کن. می‌بینیم دل کندن از یوزارسیف برایش مشکل است. من آمدم تا نام و نشان تو را بپرسم و تا نگویی باز نخواهم گشت. گفتم که من فرزند نه. این را قبلا شنیدم. تو را به خدای یگانه سوگند، نام و نشانت را بگو و مرا راحت کن. باید در محضر خداوند عهد کنی از آنچه میگویم با کسی سخن نگویی. عهد میبندم
و به خدای ابراهیم سوگند میخورم. من یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم هستم. ای وای، وای بر من، ما پسرم هستی، تو از نوادگان اسحاق و من از نوادگان اسماعیل ذبیح الله هستم. خدا من را نبخشد، این چه کاری بود که کردم؟ چرا تو را فروختم؟ من میدانستم ما پسرمو هستی و اصلا از فروش خود گله من نیستم. من باید به مصر میامدم و فروخته میشدم. این حوادث اراده خداوند و مقدمه یک واقعه بزرگی است. باید حدس میزدم که با آن همه معجزه تو یک انسان معمولی نیستی، تو یک پیامبری. وای بر من که پیامبری را به بردگی فروختم. این ننگ را کجا برم؟ آرام باشید، برخیزید. گفتم که این حادثه باید رخ میداد. من برای انجام رسالت خیش باید به مصر می آمدم. تو فقط وسیله خیر شدی، من از تو سپاسگزارم. این خطا رو جبران می کنم. بیا، این سند بردگی توست که صاحبانت امضا کردن، آن را پنهان کن. شما هم اینجا بمانید، نمی خواهم شاهد بحث و گفتگوی ما باشید. من از محضر عالی جناب پوتیفار عزیز مصر پوزش میخواهم، ولی ناچارم از ایشان تقاضای فسخ معامله کنم. بنده یوسف را نمیفروشم. آفرین آفرین. ساعتی پیش تو را ابلهی میدانستم که قدر گوهری چون یوزارسیف را ندانسته، اما میبینم نه، اینطور نیست. تو نیز جوهر این گوهر را دریافتی، اما فکر نمیکنی کمی دیر شده؟ باید قبل از فروش کمی بیشتر فکر میکردی، حالا دیگر دیر شده. عالی جناب، همه ثروت اندوختم را در قبال یوسف حاضرم بدم. تقاضا دارم او را به من بازگردانید. مگر نشنیدید؟ جناب پوتیفار فرمودند یوزارسیف را به هیچ قیمت به شما باز نمیگردانیم. بنده نیز عرض کردم که از این معامله پشیمانم. ما یوسف را نمی فروشیم و بدون او از اینجا نمی رویم. اگر یک بار دیگر گستاخی کنید، هر دو را به زندان خواهم فرستاد. از اینجا بروید. من بدون یوسف از اینجا نمی روم. عالی جناب، بگذارید یوسف را ببریم. رادامو، آنها را به زندان ببر. الهی تو شاهد باش که من یوسف را خریدم، اما یوسف فروشی نکردم. او را به من برگردانید. او را نمی فروشم. آنها را به زندان ببرید. او را به من برگردانید. یوسف را به من برگردانید. زندان یوسف را حاضر خودت باش. او را به من برگردانید. عالی جناب، ببخشیدشان، آنها به خاطر من خود را به خطر انداختن. حقشان بود که به سختی مجازات می شدن. استدعا می کنم. اما به خاطر یوزارسیف گذشتم. بگو آنها را آزاد کنن، زندان نیاز نیست. یوزارسی، تو چه داری که این برد فروش حاضر است همه زندگیش را فدای تو کنه؟
چه بگویم بانو؟ من از نزد خود چیزی ندارم. موجود ضعیفی چون یوسف از خود چه دارد؟ با این حساب ما منتی بر یوزارسیف نداریم، چرا که آنچه برای او پرداخته بودیم به ما بازگشت. من قد نشناس نیستم آلی جناب، و محبت های شما رو با دینار و دبن عوض نخواهم کرد. من از این هدیه ارزنده بسیار سپاسگزارم. کاری ماما، یوزارسیف را استحمام کرده لباس نو بپوشانید و نزد من بیاورید. اطاعت بانوی من. هیچ متوجه شده ای که او به عکس دیگران اصلا تعظیم نمی کند؟ مانعی نیست، کم کم می آموزد. فکر می کنم عدم تعظیم او عمدی است. من یوسف را می خواهم. برو ما را سای گردانی. برو ما یوسف را نمی فروشی. هرده ای را که فروش نمی خواهم. یوسف را به ما برگردانید. اگر به خاطر یوزارسیف نبود چند وقتی را زندانی می شدید. این اطراف پیدایتان نشود. بروید. من از یوسف دست بر نخواهم داشت. خواهیم دید. جان خود را بردار و برو. بیش از این خود را به مهلکه نینداز. پوتیفار و همسرش مثل من احمق نیستن تا گوهری چون یوسف را به سهولت از دست بدن. ما زیان کردیم فلی، زیان کردیم. تو زیان کردی نه من. به لطف خداوند من سود کردم، بزرگترین سود زندگیم را. سود کردی؟ چطور؟ تو یوسف را از دست دادی بدون آنکه چیزی به دست آوری، اما من در ازای از دست دادن یوسف خدای یوسف را به دست آوردم. شب گذشته در کاروانسرا خدایان سنگی را وانهادم و از یوسف گوهر یکتا پرستی را به دست آوردم. آری، به خدا که من زیان کردم. اگرچه پیامبر خدا را نفروختم، اما تا پایان عمر هیچگاه خود را نخواهم بخشید. من به دیار خیش رفته از این پس به ترویج یکتا پرستی خواهم برد. تا یوسف در اینجا است من نمیتوانم این شهر را ترک کنم. به کاروان سرا برویم. گمان میکنم خدایان با دستهای خود تو را ساخته و به زیبایی آراستند. تو این چنین فکر نمیکنی؟ منیفر پیشکار قصر ما را به اینجا بخوان. این را در زیر لباس خود پنهان کرده بود. این
سند فروش یوزارسیف است بانوی من. شخصی به نام شمعون یوزارسیف را به مالک فروخته است. این باید در خزانه قصر ما باشد، نه نزد تو. هر تو میل شماست. بانوی من، یوزارسیف را به تو می سپارم. من می خواهم او درست تربیت شود، روش زندگی در قصر و رفتار با بزرگان را بیاموزد. اطمینان دارم که پیشکار لایق قصر ما به راحتی از عهده این مهم برخواهد آمد. فکر میکنی این تعظیم او از سر علاقه و احترام است؟ این بیابانگرد گوسفند چران اصلا نمیداند برای چه دولا شده است. آن وقت شما توقع دارید تعظیم او از سر احترام علاقه باشد؟ در این لباس چقدر زیباتر شده. آشکارو از او تعریف نکنید، مقرور میشود. با من بیا. اینجا را که دیدی اتاق مخصوص میهمانان نورچشمی و خیلی نزدیک زلیخا و پوتیفار است. برای رسیدن به این اتاق باید از این هفت دری که ما گذر می کنیم گذشت. این هفت در را قلفای محکمی است که اگر بسته باشد احدی را توان ورود و خروج به این اتاق نیست. کلید این درها فقط در دست بانو زلیخاست و این چشمنداز زیبای قصر ماست و از اینجا نیل بزرگ ما در مصر به خوبی قابل مشاهده است و در آن سو در غرب دنیای اموات مشاهده می شود. با من بیا. اینجا اتاق مخصوص بانو زلیخاست. او اشرافزادی مغرور و متکبر است. مراقب باش هیچگاه از فرامین او سرپیچی نکن. بروی. اینجا اتاق استراحت و کتابخانه مخصوص جناب پوتیفار است. پوتیفار دومین مرد بزرگ مصر است و تو باید یاد بگیری که در برابر او و دیگر بزرگان چگونه کرنش کرده و با آنان احترام بگذارد. او نیز سوفر، کتابدار و کتابخانه مخصوص جناب پوتیفار است. بروی. اینجا محل صرف غذای جناب پوتیفار و بانو زلیخاست. من باید یوسف را نجات دهم. باید راهی بیام. مگر یوسف در اسارت یا بند و زندان است که نجات دهی؟ در هر حال او یک برده است. اما او در آن قصر باشکوه شباهتی به برده نداشت. اگر قفس پرنده زیبا بود آن پرنده اسیر نیست. من هیچگاه مصر را ترک نخواهم کرد مگر یوسف را نزد یعقوب نبی ببرم.
ولی تو دیدی که عزیز مصر و همسرش یوسف را دوست داشتند. اما نه به اندازه یعقوب نبی. من یقین دارم که او در آتش فراق یوسف می سوزد. ولی مالک، یوسف گفت که آمدنش به مصر به اراده خداوند است. این آخرین سفر تجاری من بود. هرچه زودتر کالاها رو بفروشید و به سوی بابل بازگردید. اینجا محل زندگی برده ها و خدمتکار هست. اینها همه کارگران قصر کوتیفار هستند، یا در قسمت‌های مختلف قصر کار می‌کنند یا در مزارع پاپیروس و پنبه به کشاورزی مشغولند. تعدادی از مردها و زنها هم‌اکنون سر کار هستند. در هر یک از این اتاق‌ها یک خانواده زندگی می‌کنند. چرا اینها این همه فقیر و بی‌چیزند؟ چرا علی جناب پوتیفار به اینها توجه نمی کنه؟ وضع خدمتکاران قصر و کارگران مزارع در تپس به مراتب بدتر از این است. ما به اینا جا، مکان و غذای مرتب میدیم و از اینها و بچه هایشان مراقبت. من می توانم به دیدار اینها بیایم؟ چرا که نه؟ ولی بهتر است از بانو زلیخا و علی جناب پوتیفار اجازه بگیریم. اینها برده های مخصوص حمل کجاوه هستند. در اینجا تومارهای پاپیروس تهیه می شود. درود بر آلی جناب پونیفر. پاپیروس برای کتابت است. ما برای کتابت از پوست حیوانات استفاده می کنیم. این خیلی بهتر از پوست حیوانات است. تو نوشتن می دانی؟ آن که مرا خلق کرده نوشتنم آموخته است. این خیلی خوب است. برده‌ای که نوشتن می‌داند برای اربابش نعمتی است. گفتی از که آموختی؟ از مربی و صاحب اختیارم. او همه زبان‌ها را می‌داند. بسیار خوب. برو. اینجا محل بافت کتان است. کتان همان پارچه است که به دور کمر می‌بندیم و از آن لباس درست می‌کنیم. نازک‌ترین کتانی که اینجا بافته می‌شود به کتان سلطنتی معروف است. این کارگاه فقط برای اهالی قصر کتان می‌بافد. بانو زلیخا اشرافزاده است مصری
که در این کارگاه زیباترین پارچه ها برای ایشان بافته می شود. برو. اینجا کارگاه سفالگری. درود بر آل جناب پومیتر. تعدادی از لوله‌های انتقال آب در اثر عبور عرابه شکسته است. آنها را تعویض کن. این اندازه است جناب پیشکار؟ آری آری آن اندازه است. سفال‌ها را درست کرده تعویض خواهم نمود. بسیار. اینجا انبار آزمون است. تمام مواد مورد نیاز خبازخانه و آشپزخانه در اینجا نگهداری می شود. حواست کجاست؟ کارت را بکن. فراموش نکن از این پس تا تو را صدا نزدن و سوال نکردن پاسخ نمیده. زلیخا زن متکبریست و گاه همچون درباریان سختگیر و بی‌رحم نیز میشود. اینجا آشپزخانه قصر است. غذاهای گوناگون برای افراد گوناگون پخته می شود. غذای برده ها و خدمتکاران جدا. غذای مسئولان و پیشکار قصر جدا. و غذای جناب پوتیوار و بانو زلیخا مجزا پخته می شود. چرا غذاهای گوناگون نمی شود برای همه یک نوع غذا پخته شود؟ خب معلوم است که نمی شود. جناب پوتیفار و بانو زلیخا که با برده ها و خدمتگزاران یکسان نیستند. این یوزارسیف است. از امروز یوزارسیف شما را در تقسیم غذایی می کند. او کودک با سوادی است که می تواند از روی لوحی که ما به او می دهیم تعداد غذای هر بخش را شمارش کرده و تحویل داده. میبینی با چه اشتیاق به تو مینگرند. به خاطر تو اینجا جمع شدند. اینجا چه میخواهید؟ چرا سر کارهایتان نمیروید؟ مشغول باش. اینجا معبد قصر است. پوتیفار و بانو زلیخا و دیگر اهالی قصر در اینجا عبادت می‌کنند. ما خدایان خود را در اینجا نگهداری می‌کنیم. یعنی خدایان شما نیازمند جامکانند؟ خب معلوم است. در باد و باران زیر آسمان که نباید بمانند. درود بر جناب هونیفر پیشکار بزرگ. معمولا زمان بازدید از قصر صبح هاست. چه شده این وقت روز؟ یوزارسیف را برای دیدن قصر آوردم. میخواهم او با قصر و اهالی آن آشنا شد. چه خبر است؟ از جواهرات قصر دزدی شده.
اینا نگهبانان داخلی قصرند. هیچ کدام اقرار نمی کنند و هر یک دیگری را مقصر می داند. بسیار خوب. برویم ببین. هر دو را جهت عبرت نفانان و ساکنان قصر باید از تناب آویخت. اگر اقرار نکردن حتما این کار را بکنیم. ولی دزدی کار من نیست. ما بی‌تقصیریم. من سوگند می‌خورم. خدایان سوگند می‌خورم. من که با این سر صداها نمی‌فهمم چه می‌گویی. ولی جناب هونیفر، به خدایان قسم من بی‌تقصیرم. تا کنون کسی از من دزدی ندیده. اصلا روزی که دزدی شد روز نگهبانی من نبود. نمیدانم چرا مرا اینجا آوردند. ما که در نهایت مقصر را خواهیم شناخت، بهتر از همین حالا اقرار کنید و قضیه را فیصله دهید. او میگوید تو در زمان غفلت او به محل خدمتش رفتی. من؟ در محل خدمت او؟ این حقیقت ندارد. او دروغ میگوید. اشتباه کردم. مجبور شدم. میدانید آخر چگونه بگویم؟ لحظه ای خوابم بود. یعنی در این قصر یک نفر هم نبود مرا ببیند الا تو؟ نگهبان قبل از تحویل گرفتن محل خدمت خود باید به فکر همه چیز باشد. تو نباید میخوابیدی. تو مقصری. هم ترک محل خدمت کردی؟ و هم شاهدی برای مدعای خود نداری. ولی عالی جناب، من دوست نیستم. به من رحم کنید. متاسفم. نینیفر کپتار را آزاد کنید و این مرد را به زندان. عالی جناب، من دوست نیستم. به خدایان قسم من دوستی نکردم. به من رحم کنید. نفرین خدایان بر تو ای نینیفر. دهانت را ببند. به آتش خشم خدایان گرفتار شوی نینیفر. چرا حقیقت را نمیگویی؟ حالی جناب، من دزد نیستم. به خدایان سوگند من دزدی نکردم. من میتوانم دزد را معلوم کنم. نه پسر جان، کار تو نیست. به شما اطمینان میدم. مگر شما نمیخواهید که دزد پیدا شود؟ چرا؟ تو چگونه میخواهی دزد را پیدا کنی؟ از پدرم آموختم. او در قضاوت بسیار توانا بود. اطمینان داری؟ آری جناب آلوفر، می توانید امتحان کنید. بسیار. بهتر از اقرار کرده و جرم خود را سنگین تر نکند. اصلا روزی که جواهرات قصر گم شد نوبت نگهبانی من نبود. من بیگناهم. من دزدی نکردم. شاهدی ندارم، اما خودم دیدم که نینیفر از اتاق جواهرات بیرون می آمد. من بیگناه را می شناسم. هیچ بیمی به خود راه ندهد. گناهکار را هم می شناسم. به زودی همه او را خواهند شناخت. از جناب هونیفر میخواهم که اگر گناهکار را معرفی کردم بلافاصله او را گردن بزنید. من فقط میخواهم او را بشناسم. دامون آماده است. به او مهلت نخواهم داد. فقط او را معرفی کنید. جناب رودامون، این دو کنار این باغچه زانو بزنند. بگویید چشمانشان را ببندن. دستمال بیار. دست او را ببند.
یک بار دیگر به دوست فرصت میدهیم. اگر خدا معرفی کند بخشیده میشود، اما اگر ما او را شناسایی کنیم همینجا جناب رودامون او را گردن خواهد زد. دوست شمشیر خود را بکشید. دوست گردن او را بزنید. نه اقرار میکنم من دزدی کردم، اشتباه کردم. جناب رودامون عفو کنید، گردن مرا نزنید، مرا ببخشید. جناب رودامون عفو کنید. گمان هم نمی کردی به این زودی اقرار کنی ها؟ آفرین میزارسی، آفرین. ببریدش. آفرین پسرم، عالی بود. فکر نمی کردم که موفق شدی. سپاسگزارم یوزارسی. اگر تو نبودی من بیگناه مجازات می شدم. خدایان تو را حفظ کنند. اگر برای اثبات بیگناهی تو نبود نمی گذاشتن نینیفر در بین مردم خجل شود. او خیلی هم بیگناه نیست. اگر یک بار دیگر محل خدمت خدا ترک کنی به شدت مجازات خواهی شد. اطاعت قربان. سپاسگزارم. بسیار خوب پسرم، بروی با من بیا. چه زیرک و باهوش، دیدی چگونه او را به دام انداخت؟ هم زیباست هم باهوش. آری من که هنوز باورم نمی شود چگونه یک کودک این کار را کرد. او که فکر می کرد همینک گردن زده خواهد شد، به سرعت از جای برخاسته به گناه خود اقرار کرد. او می گفت نه نزنید، من دزدیدم، من گناهکارم، من خود اقرار می کنم. و این ترفند یوزارسیف همه را به حیرت انداخت. هیچ کس فکر نمی کرد که کودکی چون او این همه زیرک باشد. من باید از جناب پوتیفار به خاطر این هدیه ارزشمند سپاسگزار باشم. یوزارسیف با سواد نیز هست. از امروز دیگر کسی نمیتواند قضای اضافی بگیرد. یوزارسیف سهم هر کس و هر قسمت را از روی نوشته تحویل میدهد. سواد یک برده برای اربابش نعمت بزرگی است. استراحتگاه یوزارسیف را کجا قرار دادید؟ هنوز تصمیم نگرفتیم. معلوم است خوابگاه برده ها، این که تصمیم نمی خواهد. نه، در میان برده ها نه، همینجا در همین قصر باید باشه، اتاقی که دیشب نشانش دادم. ببینم یوزارسی، از اتاقت راضی هستی؟ سپاسگزارم. اگر اجازه دهید من دوست دارم خوابگاه هم نزدیک مستخدمین قصر و برده ها باشه. من میگویم تو کجا و نزد چه کسانی باید زندگی کنی. متوجه شدی؟ وجود یک برده در قصر خلاف مقررات است، موجب حسادت و طغیان دیگر برده ها خواهد شد. وقتی من و خداوندگار این خانه جناب پوتیفار به این کودک علاقمندیم، دیگران حق اظهار نظر ندارند. یوزارسی، پسرم، من فرزندی ندارم. مرا مثل پدر خودت بدان و هر گونه مشکلی داشتی به من بگو.
سپاسگزارم. خداوند به اون سر ده. آهای گرگ های کنعان، با شما هستم، با شما هستم گرگ های کنعان. چرا ساکتید؟ پدر، مگر گرگ ها هم حرف می زنن؟ نه پسرم، اما اگر خداوند اراده کند تقاضای مرا خواهند پذیرفت. ببین، ببین پسرم، آمد. بر سر برادرتان چه آورده اید؟ چرا پاسخ نمی دهی لاوی؟ قبلا که گفتیم گرگ... دروغ میگویید. گرگ انکار کرد، گفت از یوسف خبر ندارد. گرگ؟ پدر جان، گرگ چگونه انکار کرد؟ من شنیدم گرد با پدر سخن گفت، گفت یوسف رو نداریده. پیش از آن که دیر شود بگویید با برادر خود چه کردید. هنوز فرصت هست. حقیقت همان است که گفتیم، گرد یوسف را دریده. به گرد تهمت نزنید، هر چه کرده اید شما گرد صفتان کرده اید. بیایید توبه کنید و حقیقت را بگویید. خداوند به هر کسی مجال توبه نمیدهد، به خصوص کسانی که قلوبشان از سنگ است. مالک، امید دیدار. بدرود.